برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. به مناسبت سومین سال تأسیس شبکه با هم، بیایید با هم باشیم. با هم بودن را بیاموزیم و بیش از پیش با هم فعالیت کنیم. ما را به دعا کاش نسازند فراموش، رندان سحرخیز که صاحب نفسانند. سلامی شبوی خوش آشنایی بدون مردم دیده روشنایی، همچنان پیوسته ناگسسته طبق معمول مثل همیشه سلام یعنی مدد. بیا بار دگر که گل به بار می آید، بیار باده که بوی بهار می آید. هزار غمز تو دارم به دل ای گل، که گل شکفته و بانگ هزار می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی،
از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی، به گلزار آی که از بلبل غزل گفتن بیاموزی. برادران و خواهران ایمانی عزیز، بیننده های گرامی تلویزیون اسماعیلی برنامه فارسی با هم، سلام و یا علی مدد. با سومین سالگرد راه‌اندازی برنامه با هم به زبان فارسی از تلویزیون اسماعیلی در خدمت شما هستیم. به نمایندگی از تیم تولید برنامه، حلول سال نو خورشیدی 1403 و فرارسیدن بهار و نوروز باستانی را به یک و یک شما از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم و برای همه بشریت و به خصوص جماعت عزیزمان صلح، سلامتی، اتحاد و بهروزی آرزو دارم. نوروز امسال مقارن شده است با ماه مبارک رمضان. دو خجستگی توأمان شده اند، بهار طبیعت و بهار قرآن، که هر دو حامل اشارتهای لطیف معنوی اند و بشارت دهنده برکات زمینی و آسمانی. بگذارید ابتدا از بهار قرآن آغاز کنیم. ماه رمضان را ماه نزول قرآن می دانند. ماه رمضان ماه صیام است، یعنی ماه پرهیز از لذات جسمانی و گشودن دریچه های بهرمندی باطنی و روحانی. ماه رمضان ماهی است که گفتند شب قدر در آن نهان است. پس این تقارن مبارک برای جماعت اسماعیلی و مریدان امام زمان فرخنده و معرفت افزا هستند. بیایید اندک تحمل کنیم که در این مناسبت ها چگونه می شود بهترین بهره ها را از اوقات برد و جان و دل را آماده دریافت عنایات الهی و توفیقات ربانی کرد. از رمضان آغاز می کنیم. در سنت اسماعیلی ماه رمضان نماد امامان است. ماه رمضان ماهی است که مجال چشیدن تجربه های باطنی و قیامتی را برای اهل معنا فراهم می کند. اما چگونه؟ خوب است اینجا به یاد بیاوریم نسبت قرآن و رمضان را با امامت و ولایت اهل بیت رسول الله. پیامبر اکرم فرمودند که دو وزنه سنگین را پس از وفات به یادگار می گذارند که از هم جدا نمی شوند تا قیامت و هر که بر دوی اینها تمسک بورزد گمراه نخواهد شد. معنای این حدیث روشن و خالی از ابهام است. تمسک به هر دوی اینها یعنی کتاب خدا و عترت پیامبر که کلید رستگاری است و این دو آینه یک دیگرند. قرآن را همگان می توانند با تورق آیاتی که بر صفحه کاغذ نقش بستند با چشم سر ببینند، اما جان قرآن آنجا آشکار می شود که به تعبیر سنایی عروس حضرت قرآن نقابانگاه بکشاید که دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. بگذارید اندک تأمل کنیم که پاک و صافی بودن و مجرد بودن عرصه ایمان از غوغا یعنی چه؟ برای فهم این معنا توسل می جوییم به سوره نساء
آیه 65 از قرآن که می فرماید: به پروردگارت سوگند که آنها مؤمنان نخواهد بود مگر این که تو را در اختلاف خود به داوری طلبند و سپس در دل خود از داوری تو احساس حرج یا اعتراض نکنند. به یک تعبیر این آیه مغز ولایت است، یعنی ایمان بدون تسلیم به صاحب زمان و ولی امر ناقص است. و این صاحب زمان یکی بیش نیست، در هر زمانه و او امامی است از اهل بیت رسول خدا که هرگز از پیام خدا جدا نمی شود و پیام خدا را تنها به امراهی و مصاحبت و متابعت اوست که می توان دریافت. اینجا حرج و اعتراض همان غوغاست که در شعر سنایی آمده است. پس رمضان را که ماه امساک از خوردن و نوشیدن است و پرهیز از لذات متعارف، گذرگاه باید دانست برای تقرب به فرمان و مجرد کردن دارالملک ایمان از غوغا و غبارهای اعتراض و بهانه‌های سرتافتن از فرمان محق زمانه. امراه کردن روزه ظاهر با روزه باطن و به پا داشتن توازن میان شریعت و حقیقت آن نکته‌ای است که گوهر تعالیم امامان است. مناسک از جمله مناسک ماه رمضان به خودی خود برای رستگاری مؤمنان کفایت نمی کنند. این مناسک با امراهی و امنوایی با عترت اهل بیت رسول خداست که گشایش می بخشند و رهایش. و استناد ما به عین سخن رسول خداست که این دو را جدای ناپذیر می داند. یک گام فراتر بیاییم. رمضان ماه قرآن است و قرآن گنجینه و دفینی است که به تعبیر رسای ناصر خسرو میراث محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است برای اهل بیتش. و این اهل بیت پیامبرند که امینین گنج و گوهرند. و ما قرآن را چگونه میفهمیم و چگونه میخوانیم؟ با تکیه بر خرد آدمی به تنهایی یا با امراه ساختن خرد آدمی با هدایت باطنی مرشد طریقت؟ این همان نکته است که در شعر حافظ می شنویم: زاهد راه برندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. قرآن خوانی از هر کسی شاید ساخته باشد، اما قرآن دانی است که دشوار است و بدون هدایت رسیدن به سرمنزل فهم و زیستن با آن اگر محال نباشد بسی دشوار است. فراتر از آن، فهم قرآن از رهگذر دانش اهل ظاهر در بهترین حالت فهم ظاهر قرآن را به ما می دهد. و این همان است که مولوی نسبت به آن هوشدار می دهد: تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیر تین. شهرستانی در تفسیر قرآنش مفاتح الاسرار و مصابه الابرار آورده است که امتناع ابلیس از سجده کردن به آدم دلالت و اشارتی است به امتناع از اطاعت فرمان همام حی و حاضر و موجود در هر زمانه. معنا در اینجا روشن است: در طریقه اسماعیلی قرآن را به دلالت ارشاد و تعلیم امام زمان می فهمیم و
و تعلیم امام زمان در فرامینی او و الگوی عملی زندگی و گفتاری او متجلی است. از این مقدمه رمضانی می گذریم و به مناسبت نوروز که از اعیاد مهم اسماعیلی نیز است و قرنها در میان جماعت ما سابقه دارد می پردازیم. نوروز و مقارنت آن با فرارسیدن طبیعت اشاره ای است به رستاخیز. در بهار درختانی که در زمستان روی در نقاب مرگ کشیدند بار دیگر زنده می شوند و برگ و بار می دهند. و این ظاهر بهار است که تذکری است برای توجه آدمیان به بهار باطنی. اما بهار باطنی چگونه فرا می رسد و آن را چگونه می توان چشید و دریافت؟ بهار تنها فصل تراوت و تازگی طبیعت و اعتدال عالم جسم نیست، بلکه مجال است برای تأمل در احوال باطن. نوروز ظاهر اختیاری نیست، با گردش افلاک ناگزیر رخ می دهد. بهار ناگزیر آمدنی است، اما بهار عالم معنا برخلاف بهار عالم صورت با اختیار است. این بهار را ما باید اختیار کنیم، با دانش، با طیب خاطر، با میل و ارادت، با رو کردن به عالم جان و پذیرا کردن باطن خود برای شناخت معلم حقیقی. و این سخن را در قرآن سوره انفال آیه 24 خوانده ایم که می گوید ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید، هنگامی که شما را به سوی چیزی می خواند که مایه حیاتتان است. یعنی ای مؤمنان پاسخ بگویید و لبیک بگویید و دعوت و فراخوان خدا و رسول که شما را به حیات و زندگی می خوانند. اینجا احیا به روشنی معنای فراتر از معنای مرگ و زندگی طبیعی دارد. این احیا در پاسخ به دعوت خدا و رسول و ذریه رسول احیایی است فراتر از عالم جسم، احیای است برای عالم جان، برای بینا کردن دل آدمیان. باز آمد روزای بهاری، چه بشه تو هم بیاری، چشم به راه دستم نمیدانی. باز عطر بوی گل شب بود، مرا چشمای کت جادو، سر و نازم تو کجایی تو؟ ای باران ابر بهاری ببار، من اگه شدم بی خرا خیر است. ای باران ابر بهاری ببار، من اگه نشستم به دا خیر است. ای باران ابر بهاری ببار، من اگه شدم بی خرا خیر است. ای باران ابر بهاری ببار، من اگه نشستم به دا خیر است. کوچه ما میزنه بوی شگفت، نه سر
از تو خبری دایی گرد و دایی گوشم ای باران ابر بهاری به بار من نگه شدم بیقر و خیر است ای باران ابر بهاری به بار من نگه نشستم به دا خیر است ای باران ابر بهاری به بار من نگه شدم بیقر و خیر است ای باران ابر بهاری به بار من اگه نشستم به داخل است سزاست که در این مناسبت های مضاعف بارش نور و موسم وزیدن نفحات معرفت بهار تن را با بهار جان امراه کنیم و اجابت کنیم دعوت خدا و رسول و ولی او را تا زندگی جاوید و حیات طیبه را بچشیم. بگذاریم یک گام دیگر فراتر برویم. شب قدر مناسبتی است که مسلمانان در ماه رمضان آن را گرامی می دارند و این شب در زمره مناسبت‌های مهم طریقه اسماعیلی نیز هست. اسماعیلیان در بسیاری از نقاط جهان این شب را بیدار می‌مانند و به ذکر و عبادت مشغول می‌شوند تا از فیض و برکت معنوی آن برخوردار شوند. اما رعایت ظاهر این شب نیز همیشه برای اسماعیلیان امراه بوده است با تأمل در معنای باطنی و تعویلی آن. تمسک به صرف ظاهر رمضان و شب قدر میتواند حجاب معرفت آدمی باشد. این سخن را ناصر خسرو به بیان شیوا گفته است. قندیل فروزی به شب قدر به مسجد، مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا. قندیل می افروز بیاموز که قندیل، بیرون نبرد از دل بر جهل تو ظلما. اکتفا به ظاهر مناسک شب قدر امان است که در مسجد و معبد چراغ بیافروزیم اما دلمان تاریک بماند. اما چی است که این تاریکی را از دل می زداید؟ رو کردن به آفتاب عالم حقیقت. امان گونه که در عالم جسم و دنیای ماده دیدن اشیا بدون تابش آفتاب جسمانی میسر نیست، در عالم معنا و فضای روحانی دیدن حقایق بدون تابش آفتاب عالم حقیقت که امام زمان است میسر نیست. و این ظلمت را با نور امام زمان میتوان زدود، چنان که باز هم ناصر خسرو میفرماید: بر جان من چو نور امام زمان بتافت، بر جان من چو نور امام زمان بتافت، لیل و سرار بودم و شمس و دعا شدم. شب قدر شبی است که در آن بر روایت تقدیر آدمیان مشخص می شود. شب قدر شب سرنوشت است، شبی است که در آن آدمی دگرگون می شود، متحول می شود. اما شب قدر تنها یک شب نیست، شب قدر تنها یک شب نیست. به گفته مولانا جلال الدین محمد بلخی، حق شب قدر است در شبها نهان، حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان.
تا کند جان هر شبی را امتحان. نه همه شبها بود قدر ای جوان، نه همه شبها بود خالی از آن. در میان دلق پوشان یک فقیر، امتحان کن وان که حق است آن بگیر. امتحان کن وان که حق است آن بگیر. نکته شب قدر این است که آدمی را به جستجو وامی دارد، جستجو در پی آن که او را دگرگون کند و او را متحول کند، آنجا که با آن خجسته طالب و فرخنده پی دیدار حاصل کند. شب قدر آدمی آنگاه فرا می رسد. این شب شب نیست، این شب شخص است، شخصی که ملاقات با او و قرار دادن جان در شعای هدایت او آدمی را زنده می کند. سخن را ختم می کنیم با ابیات باز هم از مثنوی شریف مولوی. گفت پیغمبر که نفحتهای عق، گفت پیغمبر که نفحتهای عق اندر این ایام می آورد سبق. گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفح آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وانمانی خواجتاش. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وانمانی خواجتاش. دعا میکنیم که به لطف و عنایت مولانا شاه کریم الحسینی این اوقات فرخنده نوروز، بهار طبیعت، بهار قرآن و شبهای قدر بر شما مبارک باشد و قرین نور و جان یافتن. نوروز مبارک، رمضان خجسته و شبهای قدر بر شما فرخنده باد. خدا حافظ و یا علی مدد. سپیده دمید و بهار آمد، پیرزن سپید موی زمستان رفت و دختر سبزگی سوی بهار پا به طبیعت گذاشت. از آسمان خوشی می بارد، سوسن و نسرین عطر سرزندگی بهارانه را هدیه می دهند، بلبل و قمری نغمه بهاری می خوانند و ترانه زیبا سر می دهند. تو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت او، شگفتی فرو ماند از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فروردین، بر آسود از رنج روی زمین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا عیز تو نور دل و دیدار ما، گردش اندیشه بیدار ما، عیز تو رویان زمستان و بهار، ای تو گرداننده لیل و نهار، عیز تو تغییر حال و سالها، حال ما را کنت خوشتر حالها. رستاخیز دوباره طبیعت را که به پاخیزی برای وجدانهای مرده و صدای زیبا که با آوای دلنشین خود شور زندگی را در ما زنده می کند تبریک می گویم. زیبایی که بار دیگر با پیوند زیبای خود با ماهی پر از زیبایی و دلخوشی خیش که باعث پیوند روح ما با بهشتی از نعمتهای الهی می شود و این بار ما با شما هستیم از تلویزیون با هم و سالگرد 3 سالگی تلویزیونی که باعث پیوندهای افراد می شود. پیوندی بین جماعتی که در عین شباهت‌های دینی خود دارای تفاوت‌های فرهنگی هستند و من مفتخرم که اینجا در این لحظه سال 1403 را تبریک بگم. نوروزی که تاریخچه آن به پادشاهی جمشید برمی‌گردد، پادشاهی از شاهان ایران زمین که با پیروزی بر اهریمنان مردمش را از ستم دیوان و اشرار نجات داد و بهار زندگی را بر مردمش جان بخشید. نوروزی که قدمتی دیرین چون اقیانوسی حیات بخش دارد و از فرهنگ غنی ایرانیان نشأت می‌گیرد که از 2000 سال هنوز با سنت خاص خیش بر زندگی مردم طعم شیرین عید را می آورد و این بار با ماهی که ماه مهمانی خداست پیوند زیبایی می زند و باعث بیشتر شدن دلخوشی های این ماه می شود. پیوندی از جنس تبسمی زندگی بخش. سلام سلام سلام، سال نوتون مبارک، نوروزتون مبارک. امیدوارم هر چی اتفاق خوبه امسال براتون پیش بیاد. شاید بپرسین که من کیم و اینجا کجاست؟ من مرشدم و اینجا یه دونه نمایش خیمه شب بازی داریم. از قدیم میگن پشت هر پرده و خیمه یه قصه وجود داره و قصه های ما پشت این پرده ها و خیمه ها اجرا میشن. از اون قدیم ندیما، پدرها، پدر بزرگا، مادرها، مادر بزرگا، پدر بزرگای پدر بزرگای عمه و خاله و دایی و عمو کوچ نشین و صحرا نشین بودن. از این صحرا به اون صحرا می رفتن، از این روستا به اون روستا می رفتن و این نمایش رو توی جشن ها و عروسی هاشون اجرا می کردن. حالا من به همراه عروسک ها اومدیم تا سال نو رو به شما تبریک بگیم. مبارک! مبارک کجایی؟ نمی بینم ات که رفتی بالا. بالا چه کار می کنی؟ رفتی رخت پهن کنی؟ وای مبارک، من اونا رو شسته بودم. بیا پای، بیا پای، نمیخواد الان میافتی. کاراشو نگاه کنی. سلام آقا مبارک، اینجا چی کار میکنی؟ به مخاطبامون سلام کن. چه جوری؟ کاری نداره که، باید بگی سلام علیکم. سلام لالا کن چیه؟ پاش ایو خوابی مبارک، پاشو سلام لالا کن. نه منو ببین،
سلامون علیکم. سلامون عره کن چیه؟ سلامون عره کن نه، سلامون علیکم. ایمان یا برو سلامون فرار کن میری. من میدونم که مبارک هر کاری خودش بخواد انجام میده. مبارک هر جور دوست داری سلام کن، هر جور دوست داری سلام کن. ارباب خودم سلام علیکم، علیکم و سلام میشی شالا. ارباب خودم سر رو بلا کن توی هر دو چشام نمیری ایشالا. ارباب خودم بز بز بندی، ارباب خودم چرمه میخندی. بشکن 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 من میمیشکنم بشکن اینجا درونه باله در فرافور باله اینجا بشکنم یار گده دار اونجا بشکنم یار گده دار این آکت بیجاره چقدر برسده دار. آفرین مبارک خیلی خوب خوندی. صدایی چی مبارک؟ کیه کیه در میزنه؟ من دلم میلرزه. مهمونه مبارک مهمون. خود لباسا تعوض کن بودو. منم برم در رو باز کنم ببینم مهمونمون کیه. با ما همراه باشید. خب من در رو باز کردم و اومدم. جان شیرین بنده شما چی کار حسن باشی؟ شما جارو کشی؟ ای بابا من جارو کشم بابا جارو میکشم حالا. من جارو کشم بابا جارو میکشم حالا. خب آخر جارو کشتر داری خونه ما رو جارو میکنی. مبارک گفته. آقا مبارک بیا ببینم. سلام علیکم. شما گفتید آقا بیان برای چی؟ آخه تیار خانم دارم میان. خب چرا اینو زودتر نگفتی؟ خب الان گفتی دیگه اشکال نداره. آقای جارو کش دست شما درد نکنه بفرمایی. خدا فرست وای مبارک از دست تو. وقتی تیار خانم میاد باید به من بگی که من لباس خوبامو بپوشم. اشکال نداره عزیزم اشکال نداره. سلام طیار خانم. عید شما مبارک خیلی خوش اومدین. سلام مبارک عید شما مبارک ازش تشکر کن. عید شما مبارک طیار خانم سلامت باشین. چرا اینجا نشستم؟ خب کجا بشینم؟ همه جمع شدن خونه بابا تیمور. وای 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 من همیشه یادم میره از دست این کارهای مبارک. چشم چشم شما برید ما الان میه ما الان میه خونه بابا تیمور. چشم چشم خدا فرست. تو هم برو تو هم سری برو من میام. خدا فرست تو هم برو تو هم برو. روزای اول عید همه ما خونه بزرگترامون جمع میشیم و عیدو بهشون تبریک میگیم. الان هم بچه ها رفتن خونه بابا تیمور، منم سریع باید برم پیششون. خیلی از دیدنتون خوشحال شدم. دفعه بعد با یه قصه مفصل‌تر کنار شماییم. خدا نگهدار. روزگارت بر مراد، روزهایت شاد شاد، آسمانت بی غبار، سهم چشمانت بهار، قلبت از هر قصه بود. بزم عشقت پرسرور، بخت و تقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند، سرنوشتت تابناک. جسم و روحت پاک پاک و نولوزت ناب ناب باد. در پناه یزدان پاک و پیروز و برقرار باشید.